بینندگان محترم سلام، امروز جمعه 6 جدی 13 آدشت خورشیدی مصادف با 27 دسامبر 2019 میلادی. قربان علی نوید هستم با برنامه 7 روز هفته. در نخست سرخط چند خبر. افتتاح بازارچه شیرین هزارت در ولسوالی ورس. افزایش 20% حاصلات سیب ولایت میدان وردک. کشته شدن 7 تن از گروه طالبان در کجران ولایت دایکندی. و 4 پروژه عام المنفعت در ولسوالی یکاولنگ به ارزش حدود 60 میلیون افغانی به بهره برداری سپرده شد. افتتاح بازارچه شیرین هزاره در ولسوالی ورس. بازارچه شیرین هزاره با حضور داشت مقامات ولایت بامیان و ولسوالی ورس در این ولسوالی افتتاح شد. مقامات این ولایت میگوید که افتتاح این بازارچه برای گسترش بیشتر تولیدات محلی میافزایند و میگویند که ایجاد این نوع مکانها برای فروش تولیدات محلی باعث رونق کسب و کار و تقویت اقتصاد خانواده ها و اشتغالزایی برای زنان میشوند. بازارچه شیرین هزاره دارای 8 دکان بوده که 6 انجمن تولید کننده صنایع محلی و 30 خانم از آن به صورت مستقیم استفاده می کنند و این بازارچه با هزینه مجموعی 4.6 میلیون افغانی توسط بنیاد آقاخان و کشور سویدن احداث و در مرکز ولسوالی ورس به بهره برداری سپرده شد. افزایش 20% حاصلات سیب ولایت میدان وردک. در سال روان میزان حاصلات سیب ولایت میدان وردک 20% نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. به گفته رئیس زراعت مالداری و آبیاری ولایت میدان وردک، حاصلات سیب این ولایت در سال روان به 120 هزار تن رسیده که این رقم افزایش 20% را نسبت به سالهای گذشته نشان میدهد. رئیس زراعت ولایت میدان وردک علاوه نمود که افزایش حاصلات سیب قیمت آن نیز دو برابر افزایش یافته است. در این همین حال حاجی پادشاه رئیس اتحادیه باغداری ولایت میدان وردک گفته است که قیمت سیب در سال گذشته به 100 افغانی اما در سال روان به بیش از 200 افغانی میرسد. گفتنی است که در سال جاری شمسی به مساحت 40 جریب زمین در ولایت میدان وردک به باغهای سیب مبدل شده است. کشته شدن 7 تن از گروه طالبان در کجران ولایت دایکندی. دفتر مطبوعات قماندان امنیت دایکندی با نشر خبرنامه گفته است در جریان عملیات تصفیه‌ای در ساحه بالادشت ولسوالی کجران ولایت دایکندی میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان کجران درگیری صورت گرفته بود و در نتیجه این درگیری به تعداد 7 تن از گروه طالبان کشته و 1 تن دیگر زخمی شده و همچنان در جریان این عملیات تعداد 7 حلقه ماین کشف و خونسا گردیده است. قابل ذکر است که در هفته جاری عملیات تصفیه‌ای با اشتراک پلیس ملی، اردوی ملی، قطعه خاص و کماندوها در ولسوالی کجران آغاز شده و چندین ساحه از نزد گروه طالبان تصفیه و تعداد از گروه طالبان کشته و زخمی شدند. و 4 پروژه عام المنفعت در ولسوالی یکاولنگ به ارزش حدود 60 میلیون افغانی به بهره برداری سپرده شد. مرکز ارزی خدمات زیر یک سقف برای شهروندان با هزینه بیش از 1 میلیون افغانی توسط بنیاد آقاخان و 2 پول آهنی و کانکریتی در پتاب زارین و بکگ یکاولنگ به ارزش بیش از 8 میلیون افغانی و احداث و جغل اندازی سرک پتاب زارین الاسیا چشمه به طول 24 کیلومتر با هزینه بیش از 49 میلیون افغانی توسط وزارت مالیه تمویل و توسط ریاست احیا و انکشاف دهات تطبیق شده است و بهره برداری سپرده شد. در پایان برنامه 7 روز هفته قرار داریم. تا روز دیگر خدایا رو نگهدار شما.